میگم این که چشما بیا دنیا رو آبی نمیبینن اصلا تو کتون نمیره. واسه چی ما چشم قهوه‌ای یا همه دنیا رو قهوه‌ای میبینیم؟ میگم نصف شمارایی که توی گوشیم ذخیره کرده ما فقط واسه اینه که موقعی که زنگ زدن بشناسم و جواب نده. آماری شمسی؟ یه سری از آقا پسرام هستن که قید رفیق بازی و خوشگذرانی رو زدن، صبح تا شب سر کارن تا اون دختری که میاد تو زندگیشون رو خوشبخت کنن. اینا بهترینن، بعد برسید براشون. علی بعضی هم هستن که از شما بدشون میاد چون قدرت شما اونا رو یاد ضعفاشون میندازه. علی بعضی وقتا میای پیش دستی کنی که به یه نفر ثابت کنی چقدر برات عزیزه، بعد اون طرف با رفتارش بهت ثابت میکنی که چقدر بی‌لیاقته. آره پول قرض دادن اینجوریه که اگه ندی طرف ناراحت میشه، اگرم بدی بخوای پس بگیری بازم ناراحت میشه. آره قربونتون برم، فقط با دیوار اتاقتون درد دل کنید، چون نه اسکرین شات میگیره، نه قضاوتت میکنه و نه فوروارد میکنه واسه بقیه. آره آدمیزاد هر چی تو خالی تر ادعاش بیشتر. آره قربونت برم، حواست باشه چی رو به کی میگی. آره دوست امروزت ممکنه دشمن خونی فردات باشه. آره خودم کردم به بعضی هم باز گفت بیا بدهیاتو بده. آره نمیخواد بگی آیندهی بسازم که گذشتم پیشش زانو بزنه. میدونید اشرف مخلوقات کیه؟ نمیدونید دیگه، اونیه که تا سرشو میذاره روی متکا سری خوابش میبره. آره ازدواج دارو نیست. آره اگه از درون مشکل دارین اول درمان شین بعد ازدواج کنید، شریک زندگی شما درمانگر شما نیست. آره همیشه سعی کن خودت باشی عزیزم، خودت. آره دنیا کارخونه مجسمه سازی نیست، هر کیم خوشش نیامد به سلامت. آره پشت سر بعضیا نباید آب بریزی، باید سیفونو بکشی پایین. آره بازی کردن با احساسات دختری که بهت اعتماد کرده اسمش زرنگ بازی نیست، بیشعوریه. آره بیشعوری. خدایا حداقل یکی از آرزوهامو برآورده کن که مطمئن شم ارتباطم باهات دیسکانکت نشده. قربونت برم. آره غیرتی شدن مرد به زندانی کردن و گیر دادن همسرش نیست، غیرت یعنی زن مورد علاقت احساس تنهایی و بیپناهی نکنه. آره من به نصف آرزوهای دوران بچگیم رسیدم، مثلا دوست داشتم بزرگ که شدم خلبان بشم، منتها فقط بزرگ شدم. من یه عقرب بارم. برخلاف شما فامیلای من خیلی برام مهمن، براشون خیلی وقت میذارم، روزی 10 نفرشون رو از همه شبکه‌های اجتماعی بلاک میکنم. والدینی که میگین دختر من باید قبل از ساعت 8 شب خونه باشه، نیستی که ببینه قبل از 8 چه میکنه این بازیکن. خیلی هم به بهانه اینکه شوهرشون خانوم باز بوده و خیانت میکرده طلاق میگیرن، بعد میرن میشن دوست دختر مرد زندار. یه رفیق دارم بچه پول داره، هیچ تصوری از بیپولی نداره، زنگ زده میگه بیا بریم ترکیه، میگم پول ندارم، میگه از حسابت بردار. ما پسرا بدبختیم، باید حتما قدمون بلند باشه، پولدار باشیم، شبیه براد پیت باشیم، هیکلمون آرنولدی باشه تا جذاب به نظر برسیم، ولی شما دخترا همین که دخترین جذابین. چه خبر چه خبر. پسرا یه آپشنی دارن، این که باشون قهر کنی اصلا نمیفهمن. من تحقیق کردم 98% آبروی ماها رو مامان باباهای خودمون میبرن. ایران جاییه که تو راحت میتونی پیش خانوادت قلیون بکشی، ولی اگه سیگار دستت ببینن سرتو میبرن. همیشه وقتی که توی دوراهی گیر میکنم با مشورت دوستان وارد یه سراهی میشم. تا
تقریبا همه دوستای همسنم آدمای موفقی شدن الا یکیشون که هر روز داره بدبختر میشه. اونم به خاطر اینکه قبل از انجام دادن هر کاری با من مشورت میکنه. من در نمیزنم میام. بدی سیگاری بودن به اینه که وقتی یه نفر داره بهت نصیحت میکنه که کمتر بکش، تو اون لحظه داری به این فکر میکنی که حرفاش تموم شه، بری یه نخ دستش بکشی. مامان باباها اخلاق جالبی دارن. اگه با دایت بخوای بری بیرون، برنامه دزدی از بانک هم باشه نگرانت نمیشن. ولی کافیه بگی با دوستان میخوام برم سر کوچه. شاید باورتون نشه ولی دخترها یه توانایی دارن به اسم باید یه کاری کنم همه تقصیر رو بیفته گردن اونو خودش بیاد منت کشیم. دخترها این قابلیت رو دارن که حتی اگه روی کسی کراش داشته باشن و طرف بهشون پیشنهاد بده، پیشنهادش رو رد کنن. دقت کردی وقتی حالت خوبه و سرحالی میری با اونی که دوستش داری حرف میزنی، ولی وقتی حالت بده و ناراحتی میری با اونی که دوستت داره حرف میزنی، بدبخت اونی که دوستت داره. هیچ دلیل و منطق و برهانی نمیتونه اون دختری که معتقده بهش بیتوجهی کردی و قانع کنه. فقط یه کلمه باید بگی خوردم و تمومش کنی. به بهونای سوره. واقعا دنبال نیمه گم شده تون میگردین؟ من دنبال یه راهی میگردم که خودم هم گم و گور کنم. تفاوت 30 سالگی و 20 سالگی تو اینه که تو 20 سالگی میگی زن میخوام، میگن گو نخور. تو 30 سالگی میگی زن نمیخوام، میگن گو خوردی. هر جا دعوات شد بگو رفیق منی تا قشنگ جرت بدن. دیروز یه جفت کفش خریدم، رفتم خونه بابام گفت چند، گفتم قیمت دایرکت. والدین ایرانی معتقدن که اگه یه سقفی بالا سرت باشه و یه بشقاب غذا جلوت، هیچ گونه افسردگی و مشکل روحی روانی نباید داشته باشی. لیلا هر وقت دیدی برات وقت میذارم تا زنگ میزنی جوابتو میدم یا پیام میدی سری آنلاین میشم، عاشق ریخت و قیافت نیستم. من یه اسکل بیکارم که حوصله‌ام سر رفته. دخترها اینجوری هن که گریه میکنن، بعد میرن جلو آینه نگاه میکنن ببینن موقع گریه کردن قشنگ میشن یا نه. مادرها به ما زشتا مستقیما نمیگن زشت، میگن با نمک. هیچ وقت با فامیل رل نزنید. یهو میبینی شب عیدی نشستی تو خونتون داری آجیل میخوری، بعد طرف با ننه باباش میاد خونتون عید دیدنی. تأثیر عموهای فتیله‌ای تو زندگیم از عموهای واقعیم بیشتر بوده. حس میکنم هر وقت میرم خونه دوستم از قبل و خانوادش هماهنگ کردن که جلوی من دعوا بکنن که من مثل سگ معذب شم. این حق مسلم هر دختریه که عکسای 13 تا 18 سالگیشو بسوزونه. شما هم وقتی دارین از اتفاقای جالب زندگیتون تعریف میکنید، مامانتون پا میشه میره. یه جوری میگید حواست باشه با کی میری تو رابطه، انگار طرف همون اولش میاد میگه من. تموم اطلاعاتم در مورد مد و فشن اینه که مشکی بخرم به همه چی بیاد. این دخترایی که 4 تا دوست پسر دارن فکر میکنن خیلی زرنگن، خبر ندارن خودشون یکی از اون 11 تا. کسایی که توی خونه تنها هستین و بقیه میرن مسافرت، خوش به حالتون. اون صحنه که از توی جیب فامیل ایدی در میاد ولی به تو نمیدن چون بزرگ شدی، آن لحظه هزاران بار تقدیم تو باد. پس کی لباسای ایدتون رو میپوشید، میشینید روی مبل عکس میگیرید واسه پروفایل؟ ما منتظریم. من وسط حرف راننده تاکسی دلم نمیاد پیاده شم، بعد شما وسط چت ول میکنی میری. پند امشب: همیشه یه جوری کار کنید که دیگران کار نکردنتون رو ترجیح بدن.